مولانا جلال الدین بلخی رومی 30 سپتامبر سال 1907 در بلخ شمال افغانستان امروزه چشم به عالم رویا کشاده است. او شاعر و عارف توانا، یکی از درخشان ترین ستارگان آسمان ادب بوده، با آفریده های عالی مضمون و رنگین قبای خیال نام خود را در جهان معنوی جاویدان گردانیده است. بیشتر از 800 سال می شود که نام ایشان ورد زبان خاص و عام باشد. راهی طی کرده زندگی او مرکب، پرشور و پرحرارت بود. در ابتدا از پدر تعلیم و تربیه گرفته تا انتها در زیر دست ده ها نفر سخن پردازان تربیه گرفت. بی پیر و دستگیر نبود. با جدل رسیده به پایه استادی عقل و خرد، آداب و علم و دانش رسید. طبق سرچشمه ها بلخی سالمندش و عقیده پاک داشت، این چونین فعل راست قولی و اسیانگری نیز داشت. اما جلال الدین از زمانه قناعتمند نبود. شمسی تبریزی برانگیزنده انقلاب روح و اندیشه، عقل و عمل در جان و توانای مولانا بود. چنان که او میگوید: شمسی تبریزی از آن روزی که دیدم روی تو، دین من شد عشق و رویت، مفخه دین یاد دار. باید گفت که شمسی تبریزی استاد با وفای قدردان مولانا بود. شمس آزاداندیش، بسو زیرک، اسیانگر و دلیر و سخنش براتر از شمشیر است. طوری گفته است که مرا از ظهور مولانا، که چو او نیست هادی و دانا. طفل قلب ناآرام و همیشه در پرواز مولانا، از سن خردی تا لحظه نزع ایجاد میکرد. ارزشترین آفریده های خلاقانه او دیوان شمس تبریزی، فهی مافهی، مکتوبات و مجالس صعبه میباشد. مولانا جلال الدین رومی با افتخار نسبت به خود میگوید: نبود و نبیاید چون من در این زمانه. انا همین شاهکاری های نظم برای زمان های واپسین، امروز و فردا نیز کم نظیر است و کم بد است. بلخی در آفرینش غزل، رباعی، قصیده، دوبیتی، مرثیه همتا نداشت. مولوی در ایجادیات خود بیشتر از آیاتهای کتاب مقدس مسلمانان، قرآن، احادیث پیامبر آورده است. مولانا جلال الدین بلخی رومی از زمره آن نابغگان است که در جهان سخنوری همچون تصویرگر بمثل کشور حسن، خیال، عشق، شادی و انسان شناخته شده است. شعرش بالای پرواز و تراوت بخش راز، جنبه انفاسی دارد و انسان را صورت بخش جهان می حسابد. کلامش رنگ و رنگی زندگی، عکس انداز مسائل اجتماعی، هر سطرش زورق پرنفاست است برای مردم. پندارید که جهان و جان دنیا از همدیگر جدا نباشند. پایگاه انسان را در کائنات بالاترین جاده می حسابید. بلخی می کوشید که بحر صلح و وحدت دیار خیش حرف زند و انسان ها را نیز بدین وسیله
در راه دروس حیات تربیت میکرد.